سلام همگی امیدوارم حالتون خوب باشه بچه ها به نظر شما کلاس درسته یا کلاس ترین درسته یا ترین استرس درسته یا استرس درس این جلسه اختصاص داره به یکی از نکات بسیار مهم پرونانسیشن تو کلمه های انگلیسی و اونم تلفظ گروهی از حروف بی صدا consonant clusters به شکل همزمانه. به جلسه بیستم آموزش تلفظ انگلیسی از کانال انگلیش ویو خوش اومدین. تلفظ همزمان چند حرف بی صدا تو یک کلمه معمولا برای ما فارسی زبانا سخته. مثلا کلمه استرس که سه تا حرف بی صدای اس، تی و r رو در کنار هم داره برای ما که به این پدیده تو زبان فارسی عادت نداریم سخته. به خاطر همین کاری که معمولا زبان آموزو انجام میدن اینه که میان چند تا حرف رو بین این حروف بی صدا قرار میدن تا بتونن اون کلمه رو راحتتر تلفظش کنن. به این ترتیب کلمه استرس تبدیل میشه به استرس. با این کار تلفظ درست کلمه کاملا به هم می ریزه و برای یه انگلیسی زبان اگرچه این کلمه قابل فهمه ولی اصلا پذیرفته نیست. موقع تلفظ کلمه ترین هم همین اتفاق میافته، و افراد معمولا چون عادت به تلفظ همزمان حروف T و R ندارن بینشون یه حرف صدادار قرار میدن. اینجوری تلفظ کلمه از train به ترین تبدیل میشه که بازم کاملا اشتباهه. برای تلفظ کلمه کلاس هم یه حرف صدادار میاد بین حروف C و L قرار میگیره و این کلمه از کلاس تبدیل میشه به کلاس. به این ترتیب ما همچین جمله هایی رو از زبان آموزا میشنویم. I have a stress. She takes the terrain. We don't go to class. پس این که ما یاد بگیریم یه گروه از حروف بی صدا که بهشون consonant cluster گفته میشه رو همزمان با هم تلفظ کنیم تأثیر بی نهایت مهمی روی مهارت تلفظ انگلیسی ما داره. بچه ها گروه حروف بی صدا یا consonant clusters میتونن تو قسمت های مختلف کلمه مثل ابتدای کلمه، وسط کلمه و انتهای کلمه بیان و ما امروز یاد میگیریم چطوری Consonant هایی که در ابتدای کلمه وجود دارن رو همزمان با هم تلفظ کنیم. اولین گروه حروف بی صدایی که کنار هم قرار می گیرن و ما باید اونا رو یک باره تلفظ کنیم حروف بی و ال هستند که صدای بل رو ایجاد می کنن. همه کلماتی که می بینین صدای بل رو در ابتدای خودشون دارن و این دوتا صدا رو باید همزمان با هم تلفظ کنیم. بل بل لطفاً بعد از من تکرار کنین. Black Blue بلاوس، bless، بلینک blame، blade، blog. پس یاد گرفتیم که تلفظ کلمه هایی مثل بلک یا blog اشتباهه. black، blog. حروف بی صدای بعدی که کنار هم قرار می گیرن و باید یک بار بیان بشن حروف بی و آر هستند که صدای بر رو ایجاد می کنن. بچه ها کلماتی که می بینین صدای بر رو در ابتدای خودشون دارن و این دوتا صدا باید همزمان با هم گفته بشن. بر بر لطفا بعد از من تکرار کنین. برینگ برایت brown, brush, bride, brace, brag, break. پس تلفظ کلمه های مثل براش یا بریک اشتباه براش بریک میرسیم به کانسننت کلاستر بعدی صدای کل که در ابتدای کلمات میاد و باید یک بار گفته بشه کل کل لطفا بعد از من تکرار کنین کلین کلوز کلاور کلاک clash club clap کلی از تلفظ کلماتی مثل کلوز یا کلاب اشتباه کلوز کلاب کانسننت کلاستر بعدی صدای کره کلمه هایی که میبینین صدای کره رو در ابتدای خودشون دارن و این دوتا صدا باید همزمان با هم تلفظ بشن کره کره لطفاً بعد از من تکرار کنین cream, cross, create, crazy, crispy, criticize, crocodile, crawl. پس تلفظ کلمه هایی مثل کراس یا کریزی اشتباهه. Cross, crazy, میرسیم به کانسنت کلاستر بعدی که صدای بسیار رایجی تو کلمات انگلیسیه. صدای در. کلمه هایی که میبینی صدای در رو در ابتدای خودشون دارن و این دوتا صدا باید همزمان با هم تلفظ بشن. در. در. لطفا بعد از من تکرار کنین. Drink. Drive. Dream. dress, draw, drag, draft, drama. با توجه به این نکته کلمه هایی مثل درس یا درفت نداریم. dress, draft. صدای بعدی صدای fly لطفاً بعد از من تکرار کنید. fly flower, flat, flash, flag, flake, flexible, flock. بنابراین کلمه هایی مثل flower یا flat یا flash نداریم. flower, flat, flash. صدای بعدی صدای فر لطفا بعد از من تکرار کنین فرانس فریم فریزر فرنچ فرایز فرند فراست فراون پس تلفظ کلمه هایی مثل فریم فرنج یا فرند اشتباهه frame french فرند بریم سراغ کانسننت کلاستر بعدی صدای گل لطفا تکرار کنین گلاس گلو گلوب گلانس گلاد گلاوز گلوکوز گلامر پس تلفظ کلمه هایی مثل گلس یا گلد اشتباه گلس گلد صدای بعدی صدای گره گروپ گرین گراس گرو گریپ گرام گری Grain. این صدا هم تو انگلیسی بسیار رایجه صدای پل لطفا بعد از من تکرار کنین پلاس plump please plastic play platform plan plane پس کلماتی مثل پلاس، پلاستیک یا پلن تو انگلیسی اشتباه هستند. پلاس، پلاستیک، پلن. این صدا هم تو انگلیسی بسیار رایجه. صدای پر. لطفا بعد از من تکرار کنین. پرس، پرزنت پریست، پرایز. Program Prank Pride Prose Sedoya body Sedoya Sleep Slice Slow Slash Slang Slave Slight slap ما فارسی زبان برای اینکه تلفظ این کلمه ها برامون راحت تر بشه معمولا قبل از این کلمه ها یه حرف ا قرار میدیم مثلا میگیم E-slow یا میگیم E-slash یا اسلیو که اینا کاملا اشتباهند Slow, slash, این صدا رو هم تو انگلیسی خیلی زیاد داریم و کلمه های زیادی هستند که با صدای سم شروع میشن لطفا بعد از من تکرار کنین سمارت، اسمش، اسمول، سمل، اسمایل، اسموک، سمگ، اسموث. پس کلمه هایی مثل اسمارت، اسمش یا اسمول اشتباهن. smart smash small صدای بعدی صدای سنه سنیز سنک سنیک سنپ سنیل سنوز سنور سنایپر پس کلمه هایی مثل سنک یا اسنپ اشتباهن سنک سنپ این صدا هم جزء صداهای بسیار رایج در ابتدای کلمات انگلیسیه صدای سپ لطفا بعد از من تکرار کنین سپورت سپل سپیک سپیچ سپیس spasm spit میرسیم به کانسننت کلاستر بعدی که اینم جزء صداهای رایج در ابتدای کلمات انگلیسیه. صدای ست st story stock stop student stupid stay, statistic, star. گاهی هم ممکنه در ابتدای یک کلمه سه تا حرف بی صدا داشته باشیم که هر سه رو باید همزمان با هم تلفظ کنیم. مثل این صدا ستر لطفا بعد از من تکرار کنین. استرس، strange، strike street strap stream strong strip آخرین صدایی که تو این درس یاد میگیریم و تو انگلیسی بسیار رایجه این صداست تر لطفا بعد از من تکرار کنین ترین tree, travel, trend, trust, trophy, trim, track. بنابراین کلماتی مثل ترند یا ترک نداریم. ترند، ترک. اگر هنوز عضو کانال انگلیش ویو نشدین، ممنون میشم که همین الان دکمه سابسکرایب رو فعال کنین و ویدیو رو لایک کنین تا بتونیم به همین منوال آموزش ها رو تا سطوح بالاتر ادامه بدیم. این تمرین هفت جمله داره و تو همه این جمله ها کلماتی وجود دارن که اولشون consonant cluster دارن. لطفا یک بار با دقت این هفت جمله رو بخونین بعد consonant cluster ها رو تو کلمات پیدا کنین و بعد با توجه به درس امروز جمله ها رو یه بار دیگه با تلفظ درست بخونین. برای اینکه زمانتون کافی باشه لطفا همین الان ویدیو رو پاس کنین. تو جمله اول کلمه های please, bring و drink در ابتدای خودشون consonant cluster دارن. پس جمله اول به این شکل خونده میشه. Please bring a drink. جمله دوم کلمه های travel و plane در ابتدای خودشون consonant cluster دارن. جمله دوم هم به این شکل خونده میشه. I travel by plane. جمله سوم کلمه های فرد، درس و پریتی فرد's dress is very pretty جمله چهارم کلمه های پرس، پلاستیک و فریم I press the plastic frame جمله پنجم کلمه های drive، small و truck I drive a small truck. تو جمله شیشم کلمه های try و spray در ابتدای خودشون consonant cluster دارن. بنابراین جمله شیشم رو به این شکل میخونیم. Do you want to try this spray? و تو جمله آخر هم این کلمات consonant cluster دارن. Christopher, clever, French, Speaker Christopher is a clever French speaker. ممنون که تا آخرین درس همراه من بودین. چه مهارت پیدا کردن در تلفظ consonant clusters بسیار در مهارت سپیکینگ و تصوری که بقیه از دانش انگلیسی شما دارن تاثیر میذاره به دست آوردن این مهارت نیازمند تمرینه. بنابراین حتما درس این جلسه رو خوب تمرین کنین و موقع صحبت کردن به این ویژگی آوایی توجه کنین. حالا ازتون میخوام لطفا یه سرچ تو اینترنت انجام بدین و پنج تا کلمه که با Consonant Cluster شروع میشن رو پیدا کنین و تو قسمت کامنت ها بنویسین.